حال بدون حضور زن در قدرت سیاسی و بدون حضور زن در قدرت در واقع مقام های ارشد سیاسی و به خصوص در مقام های مثل ریاست جمهوری، امکان تغییر قوانین نابرابر برای زنان کمتر امکان داره. یعنی زن بدون قدرت امکان اینکه بتونه کنشگر تاثیرگذاری باشه خب کمتر هستش. به همین دلیل هم هست که یکی از مسائلی که من خودم خیلی بر اون تاکید میکنم مسئله زن در قدرت سیاسی هست. یعنی اینکه امکان اینکه زن در مدیریت های میانی و ارشد حضور پیدا بکنه و بعد بتونه به سمت مقام هایی بره که امکان تغییر قانون داشته باشه، امکان به هر حال تاثیرگذاری داشته باشه و بتونه از بنیاد و به هر حال البته با نهادسازی و با جریان همسو با جریان های اجتماعی بتونه تغییرات لازم رو برای رفع تبعیض از زنان ایجاد بکنه. بنابراین من خودم شخصا خیلی خوشحالم به عنوان اینکه تقریبا میشه گفت شاید خیلی هم فاصله نداریم با کاخ سفید، من از اینجا خوشحالم که یک زن یک روزی بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا بشینه و این نه خوشحالی برای آمریکا بلکه برای هر کشوریه که زنان بتونن به مقام های بالای سیاسی دست پیدا بکنن. خانم مهاجر، خانم کلینتون نخستین رئیس کشور نیست که از میان زنان انتخاب میشه. پیش از این در کشورهایی از جمله آلمان، آرژانتین، انگلستان سابقه و خیلی کشورهای دیگه، حتی امروزه در کشور برمه میانمار که آن سان سو چی رهبر مخالفان این کشور پس از 20 سال حصر خانگی و بعد از حکومت سرهنگ ها و نظامی ها و چکمه پوشان قدرت سیاسی رو در دست گرفته، شاهد حضور زنان در جامعه سیاسی هستیم. حتی در برزیل که اخیراً رئیس جمهور زن این کشور دیلما روسوف با یک رسوایی مالی از قدرت کنار گذاشته شد. آیا فکر میکنید که حضور زنان در عرصه رهبری کشورهای جهان تا به امروز زمینه رشد و تعالی برای زنان در کشورهای اونها رو فراهم کرده که حضور خانم کلینتون در کاخ سفید بتونه این حوزه رو برای حداقل آمریکایی ها بیشتر باز کنه؟ یا اساسا چه تفاوتی بین نشستن در پشت میز رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیزی در کاخ سفید هست با دیگر دفاتر ریاست جمهوری یا رهبری کشورهای دیگر جهان؟ ببینید، وقتی من مسئله زن در قدرت سیاسی رو مطرح میکنم، مسئله من این نیستش که درباره حالا آمریکا یا برمه یا هر جای دیگه ای صحبت بکنم. من به طور کلی این رو مطرح میکنم که بدون قدرت، حالا چه مرد باشه چه زن باشه چه هر گروه اجتماعی باشه، تا بدون قدرت و دستیابی به منابع قدرت ایجاد تغییر نمیتونه در واقع در اون مسائلی که میخواد که محقق بکنه دست بهش پیدا بکنه. بنابراین زنانی که به خصوص نگاه برابری جنسیتی دارن و زنانی که اولویتشون هست که رفع تبعیض از زنان بکنن، وقتی که به مقامهای بالا دست پیدا میکنن، وقتی که به مقامهای ارشد دست پیدا میکنن، امکان این تغییرات رو بیشتر دارن. شما ببینید 3% از قدرت سیاسی در ایران، یعنی حالا اصلا شغلهای تاثیرگذار در ایران در دست زنان هست، 3%، و این نشون میده که چقدر امکان تغییر قوانین در ایران کمه. به دلیل اینکه انسان بدون قدرت در واقع نمیتونه تأثیر بذاره، نمیتونه در واقع اون اعتماد سازی یا تأثیرگذاریه که لازم رو که یه رابطه دو سویه با هم داره ایجاد بکنه. بنابراین فرقی نمیکنه، من به طور کلی دارم میگم که این خودش یک رفع تبعیض از زنان هست. ببینید، در قانون اساسی ما زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن و این دلیل داره. دلیلش این هستش که به هر حال زنان رو از در واقع درجه دوم میبینن، زنان رو صاحب اون در واقع قدرت و درایت یا دارای اون حالا به قول خودشون توان سیاسی یا توان اداره یک کشور نمیبینن و این نگاه تبعیض‌آمیزه که باید رفع بشه. اون وقت وقتی شما قانون رو برابر میکنید، اون وقت هست که تلاش ها آغاز میشه و شما بدونید که معمولا حتی در کشورهایی هم که این آزادی برای زنان هست که به سمت قدرت های بالا برن، ولی به هر حال همیشه یه سقف های شیشه ای وجود داره. برای اینکه مسئله اقتصاد هم خیلی مهمه، مسئله پیوند های مالی خیلی مهمه، به هر حال
روابطی که احزاب با هم دارن خیلی مهمه برای اینکه یک زن بتونه به بالا صعود بکنه. یعنی زن باید تلاش مضاعفی بکنه. حتی در خود احزاب در ایران هم یا زنانی که تلاش میکنن مثلا برن برای مجلس در ایران یا مقامای دیگه ای از این دست، تلاششون باید دو برابر باشه. چون من قبلا خودم خب به هر حال این تلاش رو کردم، میدونم که چقدر میبایست که مناسبات مردانه رو در واقع گاهی اوقات مجبور بشی که تن بهش بدی، و اگه نخوای این در واقع این مناسبات مردانه رو تن بدی و دنبال رو نباشی و برای خودت یک فرد مستقلی باشی که صاحب یک عقیده و اندیشه ای هستی و میخوای اونو جلو ببری، اون موقع هست که خیلی با موانع متعدد بله مرد سالارانه روبرو میشی که ممکنه اصلا نبینیش تو جامعه یا افراد نبیننش، ولی وقتی که به محض که شما در واقع خیز برمیداری برای اینکه به اون سمت حرکت بکنی، اونا رو کم کم احساس میکنی و متوجه میشی که با چه مسائلی روبرو هستی. به خاطر اینکه به هر حال زن بله قربانگوی در واقع یک حاکمیت مرد سالار که ما نمیخوایم، ما زنی رو میخوایم که در واقع یک اندیشه مستقلی رو که داره، و حالا نمیگم مستقل از احزابی که حالا ممکن عضو یک حزبی باشه، ولی بتونه جلو ببره و اون در واقع اون دوباره اون رابطه بالا به پایین وجود نداشته باشه. به همین دلیل من طرفدار به هر حال این عقیده هستم که زنان بدون حضور در قدرت سیاسی نمیتونن تغییرات اساسی ایجاد بکنن، و به همین دلیل از حضور خانم کلینتون با توجه به سابقه ای که در امر مبارزات برابر خواهانه در مسائل زنان داشته خب شخصا حمایت میکنم، به خصوص که خب حالا طرف مقابلشون هم از ادبیات ضد زن استفاده میکنن، و به همین دلیل هست که خب به هر حال دو تا کاندیدای شاخص وجود دارن که علل قاعده ما به سمت، من شخصا خوشحالم از این که خانم کلینتون به ریاست جمهوری دست پیدا بکنه. خب امیدوارم این اتفاق بیفته، اگرچه شاید پرده های کاخ سفید صورتی رنگ نشه، تصور کودکانه ای که از رنگ صورتی و محبوبیتش برای دخترها داریم، اما به یقین شرایط برای تحولات جدی تر در حوزه رسیدگی به این وضعیت زنان در آمریکا حداقل میتونه باز بشه و راه امید برای بسیاری از زنان دیگر در جهان امروز. اما برگردیم به ایران. اما یه نکته رو خدمتتون بگم، هیچ اشکالی نداره که پرده های کاخ سفید صورتی بشه، هر چی دوست دارن میتونه باشه. اگه خانم کلینتون دوست داره که پرده ها رو بنفش بکنه، صورتی بکنه، زرد بکنه، لازم نیست که حتما پرده های تیره رنگی داشته باشه که همیشه شخصیت های سیاسی فکر میکنن که با اون در واقع رنگ ها و با اون نقاب ها هست که سیاسی بودنشون رو میتونن نشون بدن. هیچ اشکالی نداره که زنان با زنانگی های خودشون و با اون تعلقاتی که دارن در واقع و با اون حالا باورایی که دارن، حالا هر کی به اندازه خودش، من با همونا زندگی بکنه و با همونا هم خوشحال باشه که داره این سمت و سو رو میبره جلو. یک اشاره حالا وسط همه این رنگ ها به انقلاب نارنجی بکنیم در کشور اوکراین، که خانم جوان زیبایی که در همون زمان خانم تیموشنکو اگر اشتباه نکنم اسمشون بود، رهبر مخالفان بود و کوشید و بعدها هم نخست وزیر کشور اوکراین شد. اما برگردیم به ایران خودمون، به جایی که برای زنها رنگ سیاه جدیترین رنگ مورد پسند حکومت هست. وقتی به تیم هیئت نمایندگان زن ایران در مجلس شورای اسلامی، اونچه که امروز محل تصمیم گیری برای ملت محسوب میشه و خانه ملت در ادبیات رسمی حکومتی نام داره، نگاه میکنیم همین رنگ سیاه رو میبینیم. خیلی ها همین نمایندگان مجلس رو متهم به حکومتی بودن میکنن، متهم میکنن که اونها قوانینی به شدت زن ستیزانه رو در واقع تصویب میکنن که هیچ مردی خودش پیشگام تصویب چنین قوانینی نخواهد بود. شما رفتار زنان در یکی دو مجلس گذشته رو، حالا دست کم در مجلس هفتم، هشتم و نهم رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ ببینید به هر حال مجموعاً که رفتار زنان رفتار دنبال روی بوده و از خودشون من ندیدم که در
در واقع در مسائل مختلفی که مربوط به چه مسائل زنان بوده چه مسائل غیر از زنان بوده، مسائل سیاسی و اینها بوده، یک خلاقیتی نشون بدن و یا به هر حال یک تحرک سیاسی نشون بدن که اندازه ای از تاثیرگذاری رو دارن و میتونن با مشارکت همدیگه کاری رو انجام بدن. من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، ما وقتی صحبت از مسئله زنان میکنیم حتی توی مجلس یا حالا هر جایی، من که اینجا ممکنه بشینم و از مسئله زنان صحبت بکنم، فقط درباره مسئله زنان صحبت نمی‌کنم، یعنی که زنان فقط باید بیان درباره مسئله زنان صحبت کنن یا زنان مجلس فقط باید بیان درباره قوانینی که مربوط به زنان هست صحبت بکنن. در واقع تمام هدف ما و تلاش ما این هستش که بگیم که زنها باید از همه فرصت‌هایی که موجود هست در جامعه و از همه در واقع حالا فرصت‌هایی که یا به هر حال مسائلی که ایجاد میشه در جامعه و اونها میتونن دربارش و در واقع میتونن دربارش اظهار نظر بکنن، نظرات کارشناسی بدن، حالا در مجلس یا حالا در جاهای دیگه بتونن این کار رو انجام بدن. اتفاقا این یکی از نقدهای جدی منه که اخیرا به رسانه ها دارم و حالا امیدوارم که کم کم این مسئله جا بیفته، و اون این هستش که بیشتر از زنان دعوت میکنن تا درباره مسائل زنان صحبت بکنن. این که خب برای خود من شخصا افتخار، همیشه هم استقبال میکنم، همونطور که گفتم برای من یک فرصته، ولی فکر نمیکنن که یک زن وقتی که قراره که مثلا در مورد اقتصاد باشه، درباره تاریخ باشه، درباره حالا سیاست باشه و یا درباره هر مسئله دیگه هم نظر داره، و به همین دلیله که راه زنان به سمت جایگاهایی مثل ریاست جمهوری سد میشه، به خاطر اینکه فکر میکنن که زنان فقط باید درباره مسائل زنان صحبت بکنن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. و من فکر میکنم که تا زمانی که زنان این فضا رو نداشته باشن که باید خودشون هم تلاش بکنن و مبارزه بکنن براش که این همونطور که گفتم سقف‌های شیشه‌ای رو بشکنن و به این سمت حرکت بکنن که بتونن درباره همه مسائلی که در جامعه مربوط به خودشون میشه، مربوط به جامعه میشه، مربوط به در حال سیاست‌گذاری عمومی کشور یا حتی جهان میشه، بتونن بیان و نظر بدن. خب اشاره کردید در ابعاد بخش‌های صحبت‌هاتون به ابعادی از روابط میان حزبی حتی در ایران خودمون. اگه به مجلس ششم یعنی مجلس اصلاحات برگردیم که زنها هم در اون نقش پررنگی داشتن برای نخستین بار در تاریخ پس از وقوع انقلاب 1357 خورشیدی به این سو، کسی مانند خانم الهه کولایی بدون داشتن چادر در مجلس روی صندلی‌های نمایندگی مردم با لباس‌های رنگ روشن نشست، اون بلواهایی رو هم که به همراه داشت. خود شما هم من می‌دونم پا در عرصه انتخابات گذاشتید و در این مسیر پیش رفتید. دو تا سوال مشخص دارم. نگاه به زنان در اون حوزه چطور بود؟ و شما به عنوان یه فردی که هم در حوزه سیاسی برای کاندیداتوری رفتید جلو و هم در حوزه مدنی در کمپین 1 میلیون امضا فعالیت کردید، چه تفاوتی میان درخواست‌های احزاب سیاسی و حرکت‌های مردمی نسبت به این حوزه رو دریافت کردید؟ چه تفاوت‌های جدی خود شما رو آزرد یا اونها رو به عنوان بخش از خاطرات فعالیت‌های مدنی و سیاسی خودتون ثبت کردید؟ ببینید وقتی که زنان برای حضور در مجلس یا حضور در شوراها یا شغل یا مناسب این چنینی حضور پیدا میکنن، یک رقابتی هم آغاز میشه. این رقابت با مردان هم هست، همچنان که مردان هم با هم اون رقابت رو همزمان دارن برای اینکه بتونن تو لیستای مختلف قرار بگیرن. خب این برای زنان خیلی سخت داره، برای اینکه فوراً وقتی که یک زن کاندیدا میشه فوری بحث شایستگیش مطرح میشه، پولی میگن آیا این زن شایسته است، در حالی که ممکنه اگر یک مردی از یک حزبی کاندیدا بشه یا مثلا مردان اون حزب اون رو معرفی بکنن، اونقدر به این مسئله توجه نکنن که نسبت به یه زن این مسئله رو هی میان و در واقع تکرار میکنن و اون رو در یک چرخه عقب افتادگی در واقع میخوان قرارش بدن. با اینکه من معتقدم که باید برای حضور زنان تبعیض‌های مثبت ما قائل بشیم تا اونها بتونن تمرین بکنن این حضور رو و این جور روابط رو و اینکه چطوری، حالا بگذاریم از اینکه من واقعا معتقدم که در جامعه ایران مسئله حل مشکل و حل در واقع موضوع خودش یه مسئله‌ایه که هنوز باز نشده و چه در جامعه زنان چه در جامعه مردان فرقی نمی‌کنه و این یک در واقع
واقع یه موضوعیه که باید جامعه بیشتر بهش توجه بکنه که چطوری میتونه بدون در واقع خشونت یا بدون دشمنی گروه های سیاسی و فعالین سیاسی اجتماعی با همدیگه گفتگو بکنن و به حل مشکل بپردازن و یه سیاست همونطور که گفتم یه سیاست گذاری عمومی ایجاد بکنن. ولی ببینید من میخوام یه مثال خدمت شما بزنم. من به خوبی به یاد دارم که وقتی که من داشتم با یکی از احزاب سیاسی گفتگو میکردم برای اینکه توی لیست اونها قرار بگیرم، چون خیلی مردم لیستی اون موقع رأی میدادن، یه جمله خیلی جالبی رو به من گفت اون فرد و به من گفتش که خب تو مشکلت اینه که میخوای تو لیست ما باشی ولی اطاعت پذیر نیستی. من منظورش از کلمه اطاعت پذیری رو متوجه نشدم، به خاطر اینکه شما یه موقع هست که عضو یک حزبین، خب یه اطاعت تشکیلاتی دارید، ولی یه موقع هست که دارید از خارج از یک حزب به عنوان یک هویت مستقلی که دارید و یک وزنه‌ای که حالا تو همون بحث شهروندی میگنجه که ما حالا هنوز بهش نپرداختیم، قرار بود بهش بپردازیم، که شما قرار میگیرین مثلا مثل اون موقع که خانم به فرض، حالا کاری ندارم به کار کردشون، ولی مثلا خانم طالقانی قرار گرفت برای اینکه تو لیست رفت. خب این درخواست برای اطاعت پذیری که در واقع با یه زنی که اومده و از میخواد که در حضور سیاسی داشته باشه صحبت کردن، دو تا شکل پیدا میکنه. یا اینکه اون زن به خاطر اینکه بره تو قدرت، حالا از سر مصلحت یا هر چیزی، میگه خب من اطاعت میکنم، اطاعت تشکیلاتی میکنم با اینکه عضو اون حزب نیستم، یا اینکه ترجیح میده که این کارو نکنه و بره عقب، یا اینکه با اینکه میدونه که رأی نمیاره اگر تو اون لیست نباشه، ولی از اون فرصت انتخاباتی استفاده بکنه و در واقع مسائل و مطالبی رو که و یا موضوعاتی رو که باید در این باره مطرح بکنه، از اون فرصت در واقع تبلیغاتی و اون دوره انتخابات استفاده بکنه و مطرح بکنه. من در واقع کاری که کردم گزینه سوم رو انتخاب کردم، یعنی ترجیح دادم که با توجه به اینکه به هر حال عضو اون تشکیلات نبودم و علل قاعده نمیتونستم اطاعت تشکیلاتی بکنم، خب میدونستم هم که خب به هر حال رأی به هر حال توی اون لیست قرار نگیری، رأی نمیاری، بود که به جای کنار کشیدن تصمیم گرفتم که با لیستای اندکی که وجود داره فضا رو آرام آرام شروع کنیم به باز کردن و در واقع در یک پروسه تغییر قرار بگیریم. و به همین دلیل هم بود که وارد این عرصه مشارکت شدم و امیدم هم واقعا این هستش که در آینده زنان بیشتری بتونن به سمت این پست ها حرکت بکنن، ولی به شرط اینکه بتونن تاثیرگذاری داشته باشن و دنبال روی، به خاطر اینکه این مردان هستن که قدرت رو دارن، قدرت اقتصادی رو دارن، قدرت های در واقع رأس احزاب رو به عهده دارن، عزل و نصب ها رو به عهده دارن و اینها مجبور میشن به خاطر اینکه بمونن، میگم در واقع دنبال رو باشن و این دنبال رو بودن گاهی وقت بدتر از اینه که شما یه جایی نباشی، بلکه وقتی دنبال روی اون وقت به یه انسان بدون تأثیری تبدیل میشه که حتی ممکنه ضرر داشته باشه و تجربه نامطلوبی رو برای مردم و در اذهان مردم باقی بذاره. به همین دلیل به هر حال حضور زنان در عرصه سیاست همیشه با موانع متعددی روبرو بوده. من خودم به خوبی به یاد میارم که حتی شکل مثلا ممکن بود عکسی که میخواد یه نفر از حالا با حجاب هم هست، مثلا هست، چادری هم هست، بگیره از خودش، چقدر دغدغه داره از اینکه این عکس چقدر میتونه قضاوت‌های بد یا خوبی رو درباره‌اش ایجاد بکنه. اگه یه ذره حجابش بره عقب چه قضاوتی میکنن، اگه یه ذره حجابش بیاد جلو چه قضاوتی میکنن، به قول شما رو با رنگ‌ها چه قضاوتی میکنن. بدون اینکه البته من قبول دارم که یه سری نمادها میتونه نشانه اندیشه‌های آدم هم باشه، ولی به هر حال زنان ایران وقتی که وارد عرصه سیاسی میشن با مشکلات خیلی خیلی زیادی روبرو هستن و حتی همینجا هم همینطوره. یعنی شما همونجور که گفتم یا باید دنبال رو باشین یا که من ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم مثل نوچه سیاسی باشین، یا اینکه به هر حال اگه میخواین مستقل باشین خیلی خیلی سخته که به سمت
به سمت قدرت بیشتر برای تغییر حرکت بکنین. مهم اینه که عقب نشینی هم نکنین و این همون بحثی که اتفاقا من میخواستم در مسئله شهروندی و مسئولیت پذیری امروز مطرح بکنم که زنان جامعه ما و یا گروه های اجتماعی جامعه ما با توجه به مشکلاتی که در برابرشون قرار داره برای اینکه به سمت اون حقوق شهروندی خودشون حرکت نکنن منفعل نشن و عقب نشینی نکنن. خب خانم داوود مهاجر برگردیم به این بحث، اما قبل از اون داخل پرانتز اگر قرار باشه که نگاهی به قبل از انقلاب و حضور زنان سیاسی در قبل از انقلاب هم داشته باشید، خوشحال میشم نظر شما رو در مورد اون دوره هم بدونم. به هر حال یک دوره، برخی ها معتقدند دوره طلایی بوده، برخی ها معتقدند مناسب زمان وقوع نبوده، برخی ها اون رو موهبتی میدونند که مردم پاس نداشتند یا به یک باره مردم رو بردن در سوئیس گذاشتند. این دوره رو هم یک بار بررسی بفرمایید با کم و کاستی ها یا خوب و بدی هایی که داشته، از منظر شما با اون حاشیه ها هم آشنا شیم. ببینید بررسی اون دوره، خب به خاطر اینکه اون دوره یک دوره یک دست و در واقع با یک ساخت مشخص نیست، در مراحل مختلفی باید صورت بگیره، در قسمت های مختلفی که قانون گذاری شده یا قبل اون قوانین یا بعد اون قوانین یا قبل از حضور در اجتماع بعد از حضور در اجتماع، ولی یه چیز مشخصی هست که وجود داشته و اون نهادسازی از بالا بوده. خیلی از من خیلی جاها دیدم که میگن که و موافق اینم هستم که بله باید زنان از پایین همیشه مبارزه بکنن، با هم دیگه مشارکت بکنن، نمیدونم گروه تشکیل بدن، انجمن درست کنن، سازمان غیر دولتی ایجاد کنن و فشار ایجاد کنن و از این صحبت ها برای تغییرات، اون بحث اصلا غیر قابل خدشه است. ولی کاری که در دوره قبل از انقلاب و در دوره پهلوی انجام شد مسئله نهادسازی از بالا بود. بعضی ها به این مسئله انتقاد دارن و میگن که نه این خیلی بده که مثلا از بالا یه سری چیزها ایجاد شده و یه عده‌ای فقط از بالا سر یه سری نهادها قرار گرفتن و با بدنه اجتماع ارتباط نداشتن. ولی من واقعا معتقدم که این دو تا باید با هم باشه. یعنی نمیشه که شما فقط بگید من از پایین مبارزه میکنم، گروه تشکیل میدم، کمپین درست میکنم، ولی از بالا پر از صد و موانع باشه که جلوی شما ایستاده. در دوره پهلوی نهادسازی ها از بالا انجام میشد، به هر حال تا یه حدی انجام میشد و همینجا هم و در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته هم این نهادسازی ها از بالا انجام میشه و تغییرات قانونی انجام میشه برای اینکه بتونه زنها رو در واقع توانمند بکنه یا بخشی به هر حال اون جامعه رو که قبلا به هر دلیلی به هر حال به اندازه مردان جامعه توانمند نبودن یا به اقشار دیگه نتونستن از فرصت ها استفاده بکنن، اینها رو بکشه بالا. من خودم معتقدم و باور دارم که خدماتی که دوره پهلوی انجام داد در ارتباط با نهادسازی از بالا برای اینکه بتونه زنان رو به سمت در واقع توانمند بکنه یه خدمات ارزشمندی بوده و فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی هم یه روزی از این کشور بره، یکی از عمده ترین وظایف حکومت جدید اینه که این نهادسازی های از بالا رو دوباره شروع بکنه، ضمن اینکه زنان از پایین و هم شروع به فعالیت میکنن، سازمان های غیر دولتی رو دارن و ارتباط این دوتا هست. یعنی در واقع جامعه مدنی ساخته نمیشه اگر بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش در واقع عمومی جامعه با همدیگه ایجاد تقاطع نکنن و با اون بعد از اون ایجاد تقاطع با اون فصل مشترک یه حرکت اجتماعی رو ایجاد نکنن. ولی خب به هر حال با اینکه به هر حال زنان حق رأی پیدا کردن و این یکی از بزرگترین دستاوردهایی بود که ما شاهدش هستیم که میبینید دیدید که چقدر هم باهاش مخالفت شد و بسیاری از حقوق دیگه به سمت مشارکت اجتماعی حرکت کردن، تونستند که به مشاغل دولتی بتونستن حتی استقلال اقتصادی پیدا بکنن، در مسئله به هر حال دانش و رشد برای دانش و کسب علم، همه اینها خدمات ستودنی هستش. ولی من خودم یک نقدی که دارم در برای همون موقع هم این هستش که قوانین به نظر من به دلیل مخالفت روحانیت به اندازه کافی تغییر پیدا نکرد و شاید اگر قوانین همسو با
اون در واقع نهادسازی هایی که انجام می شد قوانین تغییر پیدا می کرد، زنان می تونستن پروبال بیشتری برای به هر حال تغییر ایجاد بکنن. خب برگردیم به موضوعیتی که درباره اون به طور جدی صحبت می کردید، اونچه که وظایف شهروندی هست در همین حوزه، یعنی حوزه ارائه مسئولیت های اجتماعی به زنان و پذیرش اون. سراپا گوشم و نظرات شما رو میشنوم. ببینید، ما در ارتباط با مسائل زنان و اصولا همه مسائلی که باهاش روبرو هستیم با دو تا مفهوم روبرو هستیم، یکی مسئولیت فردیه، یکی مسئولیت اجتماعی. توی خود ایران ما خیلی این مسئله شنیدیم که میگن که کلاتو صفر بگیر باد نبره، یا مثلا از این دست مسئله ها، یا اینکه وقتی مثلا فشار سیاسی روی مردم ایجاد میشه تلاش میکنن که مثلا حالا میگن پامون از گلیم خودمون دراز سر نکنیم، و یا به هر حال نوعی جدایی مسئولیت فردی از مسئولیت اجتماعی رو در جامعه تبلیغ میکنن، در جامعه به نظر من ترویج میکنن و این دوتا رو از هم جدا میکنن. برای اینکه بتونی زندگی امنی داشته باشی بهتره که در مسائل اجتماعی و حتی سیاسی یا حالا هر چیز دیگه‌ای مشارکت نکنی. این یک خطر خیلی خیلی بزرگ برای جامعه ما و برای همه جوامعیه که وجود داره، به خاطر اینکه حتی من معتقدم که اصلا مسئولیت فردی ما در دوران کنونی قابل تحقق نیست تا زمانی که ما مسئولیت اجتماعی نداشته باشیم. یعنی شما بالاخره بیشترین مسئولیتتون رو اگه در مقابل فرزندانتون بدونین، بگین که خب من فقط بچه های خودم رو نگه دارم که بچه هم فاسد نشه، ولی این بچه بالاخره از در این خونه میره بیرون و بالاخره میره دانشگاه، بالاخره میره تو محیط عمومی و اونجا هستش که آسیب های اجتماعی یا پدیده هایی که ما تو جامعه باهاش روبرو هستیم و یا تبعیض هایی که تو جامعه باهاش روبرو هستیم میتونه روی اون بچه تاثیر بذاره و اون رو حالا به هر ترتیبی تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین من معتقدم که یک انسان امروز مثل اینجوری نیستش که یک نخی باشه جدا از نخهای دیگه، یک تار و پود به هم پیوسته ای هست که ما نمیتونیم و نباید که مسئولیت های فردی خودمون رو از مسئولیت های جمعیمون جدا بکنیم. ما به منافع فردی خودمون دست پیدا نمی کنیم در دوران کنونی اگر به مسئولیت های جمعی فکر نکنیم و نپردازیم. یکی از متاسفانه چیزایی که در ایران اتفاق افتاده این انفعالی که هست و بیتوجهی که به مسائل عمومی هست. شما ببینید میلیارد میلیارد دلار دزدی میشه، فساد اخلاقی میشه یا مسائل مختلف دیگه میشه، مردم هیچ حرکت اجتماعی رو انجام نمیدن و در عرصه عمومی یا در رسانه ها یا هر جای دیگه اون تاثیرگذاری لازم رو ندارن. این به دلیل این هست که این تفکر رو هی ترویج میدن که همون کلاهی خودتو نگهدار که باد نبره، در حالی که در نهایت اینطوری هست که اول کلاهی خود همونا رو باد میبره. و به همین دلیله که من معتقدم که یک انسان، یک عضو، اگر به عنوان یک عضو، یک انسان به عنوان یک عضو در نظرش بگیریم، این عضو در جامعه است که بهش هویت میده، بهش حتی منزلت میده و حتی طبقش رو و احترام اجتماعی و عمومیش رو معین میکنه. یعنی اگر یک انسان خودش رو از مسئولیت های اجتماعی که داره، حالا این مسئولیت های اجتماعی میتونه از این شروع بشه که شما در شهر و محله و کوچه خودتون چه مسئولیتی دارین تا برین به بالا. بنابراین و اصولاً مفهوم شهروندی تحقق پیدا نمیکنه اگر انسان مسئولیت های اجتماعی نداشته باشه. ببینید شهروندی مثل یه پکیج، مثل یک بسته است، یه سری حقوق توشه. خب من میگم من میخوام شهروند باشم، من میخوام حقوق شهروندی داشته باشم، من میخوام از حق این و حق اون برخوردار باشم، ولی این امکان پذیر نیست تا زمانی که من به بقیه چیزایی که توی اون بسته وجود داره توجه نکنم. و چیزایی که توی اون بسته وجود داره دومیش در واقع تکالیف و مسئولیت های ماست که ما در برابر خودمون و در برابر اجتماع داریم. و اصولا شهروندی مثل یک اصل میمونه، یک اصلی که وقتی یک انسان
به شهروند تبدیل میشه، اون موقع میتونه روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت و ملت رو در واقع نظاره بکنه و یه جوری مانیتورش بکنه و دربارش اظهار نظر بکنه. شهروند محقق نمیشه، ما شهروند نخواهیم شد تا زمانی که ندونیم که مسئولیت اجتماعی داریم که به مثلا دیگران احترام بذاریم، عقاید اونها رو محترم بشماریم. ما نمیتونیم از قانون کشور خودمون بخوایم بگیم که خب تو باید همه حقوق رو برای ما قائل بشی، بدون اینکه ما خودمون بدونیم که مسئولیت داریم برای اینکه این قوانین رو در واقع براش تلاش بکنیم و به یه عضو فعال تبدیل بشیم، از یه عضو در واقع غیر فعال به یک عضو فعال. درست خانم داوودی مهاجر، خیلی همین بحث رو همین جا رو برمیگردونن به شرایطی که قبل از انقلاب هم در ایران حاکم بود، یعنی اینکه جامعه پذیرای این برخی از قوانینی که حتی در حقیقت تصویب میشد نبود، فرهنگ برآمده از فرهنگ در حقیقت قجری در دوری طولانی تاریخی و اینکه خیلی از فشارها به زنان تحمیل شده بود، زنها رو زیر پوشیه و چادر نگه داشته بودند در پستوی خانه ها، حالا یک بار درب دانشگاه ها رو باز کرده بودند، برخی ها حتی رفتار بچه‌شون به دانشگاه رو در همون قبل از انقلاب این رو بی‌ناموسی بی‌حرمتی می‌دونستند، یا حتی فکر می‌کردن که توسعه و پیشرفت زنان موجبات مثلا از بین رفتن دین و ایمان مردم رو پیش میاره. و بعد وقتی ریشه یابی میکنی میبینی برخی از همین بی فرهنگی ها باعث میشه تا حاکمان دینی امروز از فضای خرافه رایج در افکار عمومی خصوصا طبقات مذهبی تر مردم نهایت سوء استفاده رو بکنن تا به امروز برسن. از سمت دیگه فرهنگ سازی وظیفه ایست که حکومت ها به عهده دارند و رسانه ها در صفحه اول اون قرار دارند. اگر همه این ابعاد رو کنار هم بگذارید، فکر میکنید امروز واقعا مسیری که رسانه ها پیشه کردن در حوزه فرهنگ سازی برای توانمندسازی زنان مسیر شایسته ایست؟ زنان پشتیبانی رسانه های بزرگ جریان های یا به عبارتی رسانه های جریان ساز رو دارند؟ تلاش و توان رسانه ها در حوزه فرهنگ سازی در غیاب حکومت مسئول چگونه میبینید؟ اولا که من خدمت شما بگم که وقتی که میخواستن خزینه ها رو در ایران جمع بکنن، به خاطر اینکه خب خزینه ها بیماری های سوزاک و سفلیس و بسیاری بیماری های دیگه از این خزینه ها بود، همین دست مخالفت ها میشد، یعنی میومدن میگفتن که خب به هر حال خزینه رو جمع بکنیم، حالا چجوری مثلا دوش که آدم آب کشیده نمیشه، باید حتما در انقدر شما برید توی آب، حالا ولو اینکه اون آب توش گندیده باشه. بنابراین این استدلال که مردم آماده نیستن یا مردم آماده هستن، بنابراین یک در واقع دولتی یا سیاستگذاری باید اول نگاه کنه ببینه مردم چقدر آمادن، بعد مثلا خزینه رو برداره دوش بذاره، این نگاه رو من خودم شخصا نمیپسندم و فکر میکنم که دولت ها وظیفه دارن که با آموزش ضرورت تغییرات رو، حالا جدا از وظایف سازمان های غیر دولتی، ولی با آموزش در واقع آمادگی ایجاد بکنن برای اینکه اون تغییرات مثبت رو انجام بدن. ممکنه مثلا این نسبت به واکسیناسیون هم بود، نسبت به رادیو هم بود، نسبت به منبر هم بود، اگه یادتون باشه میخواستن به جای منبر تو حسینیه ارشاد میخواستن پشت تریبون سخنرانی بکنن، یه عده‌ای از آقایون علما میگفتن که اصلا دیگه یه مسئله بزرگ برای اسلام اتفاق داره میفته که حالا از پشت منبر دارم میرم پشت میکروفون. بنابراین من خودم شخصا با این مخالفم و فکر میکنم که یکی از وظایف دولت ها و به همراه همون سازمان های غیر دولتی که حالا ما در جامعه خودمون هیچ کدومش هم نداریم، اینه که جامعه رو برای تغییرات مثبت آماده بکنن. این یک مسئله. دومین مسئله که شما فرمودین در ارتباط با چی بود آقای؟ رسانه ها و نقششون در ایجاد فرهنگ اجتماعی. بله. ببینید اتفاقا جز شاخصه های فرهنگ شهروندی اگر یکیش مسئولیت پذیریه، یه شاخصه دیگه شهروند محوری و اینکه جامعه تبدیل به شهروند محور بشه مسئله رسانه هاست، یعنی اینکه رسانه ها
آزادی رسانه ها و اینکه اون شهروندان چقدر بتونن توی اون رسانه ها تاثیرگذار بشن و رابطه دو سویه ایجاد بکنن. در حوزه زنان چه در رسانه های داخل ایران و چه در رسانه های خارج از ایران متاسفانه شما حضور زنان رو نمیبینین، یک. و اگر شما به دو سه سال گذشته نگاه بکنید، حتی پرداختن به مباحث مربوط به برابری و رفع تبعیض از زنان تو حوزه های مختلفی که و در رسانه های مختلفی که وجود داره مثل گذشته پیگیری نمیشه. یعنی حتی رسانه های خارج از ایران که به هر حال مدعی این هستن که باید در حوزه های مختلف تلاش بکنن برای اینکه یه جامعه ای رو یا به هر حال اطلاع رسانی توش بکنن، تبادل اطلاعات بکنن، شما این رو درش نمیبینید. من روزانه ده ها و ده ها خبر درباره زنان و کودکان و خیلی چیزهای دیگه در میبینم که به هر حال چون خودم این شغل رو دارم میدونم که میتونه موضوع خبر و یا موضوع تحلیل باشه، اما بهش پرداخته نمیشه و بهش اولویت داده نمیشه. یکی از دلایلش این هستش که مدیریت رسانه ها معمولا چه در ایران حتی در دوره اصلاحات و چه در اینجا یا باز در دست مردها هست و حتی مدیریت های میانی و یا اینکه اون زنی که و یا زنانی که اونجا هستند اون دیدگاه لازم رو برای اینکه این فرصت رو بدن به زنان که در واقع مسائلی رو که در جامعه روزمره باهاش روبرو هستن مطرح بکنن رو نمیدن. یعنی با وجود اینکه ممکنه یک زن مدیریت یک رسانه رو داشته باشه، ولی همطور که گفتم یا مدیریت دنبال روی یا اینکه واقعا اولویت های خبر رو به مسائل زنان به عنوان یک تبعیض که امروز در جامعه هست. و یه چیزی رو خدمت شما بگم، ببینید اینجاست که مسئولیت اجتماعی باز میاد ما باهاش روبرو میشیم. شما نمیتونین طلبکار باشید همیشه، یعنی من خودم رو میگم مثلا همش طلبکار باشیم از قدرت که قدرت بیا به من این حق رو بده، یا طلبکار باشیم از رسانه که رسانه بیا هر روز درباره مسائل زنان صحبت کن، به خاطر اینکه اونها هم به هر حال یک بنگاه هایی هستند، یک نهاد هایی هستند که میرن دنبال این که ببینن چه چیزی براشون مثلا مخاطب بیشتری رو میاره یا چه چیزی بیشتر میتونه براشون در واقع منفعت ایجاد بکنه. خب وقتی که جامعه زنان ما یا جامعه به هر حال فعالین زن ما به هر دلیلی، حالا میتونه این دلیل تهدید دولت باشه یا هر دلیل دیگه ای باشه، فعالیت گذشته خودشون رو نمی کنن و اون مسئولیت هایی رو که باید، ممکنه بگن که حالا مثلا فلانی رفته خارج این حرف رو میزنه، ولی خب ما اون موقع که ایران بودیم همین کارا رو میکردیم و به همین دلیل اینجا هستیم، اگه اون کارا رو نمیکردیم که الان اینجا نبودیم، اما در واقع در یک تبعیدی به سر میبریم. اما واقعیت این هستش که فشار لازم برای اینکه توی عرصه عمومی حاضر بشن، چون یکی از شاخصه های باز دیگه شهروندی حضور در عرصه عمومیه، حضور در عرصه عمومی بسیار بسیار مهمه. شما ببینید روز زن میشه، روز نمیدونم در واقع هم 8 مارس هم روزهای مختلف دیگه که ما باهاش روبرو هستیم، ولی شما نمیبینید که دیگه زنهای ما به عرصه عمومی و خیابون ها برگردن. اون موقع هم که در دوران آقای احمدی نژاد ما می رفتیم در آخرین باری که ما رفتیم در واقع در مقابل پارک دانشجو بود، باور کنید که برای روز زن بیشتر از شاید روزی 10 تا 15 تا تلفن تهدیدآمیز به ما ها دریافت میکردیم، بازجویی میشدیم، تو جاهای مختلف بازجویی میشدیم. به خود من بارها بازجو میگفتش که من نمیدونم حالا به چه دلیل میبرده بودن تو فرمانداری تهران، توی همین خیابان میر امادم بازجویی میکردن و تهدید میکردن که باید برین و این تظاهرات رو لغو کنین. بعد دیگه حاضر شدن به این که خب حالا برین تو امجدیه برگزارش بکنین، یعنی هی میخواستن محدودتر و محدودترش بکنن. ولی با همه خطراتی که وجود داشت، من یادم قشنگ اون موقع سردار طلایی هم رئیس نیروی انتظامی تهران بودن، ولی بالاخره ما با تمام تهدیدهایی که وجود داشت میرفتیم. یا برای تظاهرات هفته تیر هم همینطور بود، روزهای متمادی تحت فشار شدید بودیم و
من به خوبی به یاد دارم که صبح روز اون همون روز در خونه ما رو با لگد میکوبیدن برای اینکه ما مثلا در رو باز کنیم، چون ما مثلا نشون داده بودیم که ما خاص خونه نیستیم و این برگه ها رو دریافت نمی کنیم. منظورم به اینه که خطرات در تمام دوران هایی که اون دوستانمون به هر حال کمپین 1,000,000 امضا رو داشتن یا فعالین زن حضور داشتن و فعالیت میکردن وجود داشت و به این صورت نبود که خطراتی نباشه، بازداشت داشتن، بازجویی داشتن، اخراج داشتن و همه چیز و مسائل مختلف. به همین دلیله که یکی دیگه از اون شاخصه ها حضور در عرصه عمومیه و من فکر میکنم که انسان شهروند مسئول هیچ وقت نباید عرصه عمومی رو ترک بکنه و این حق رو باید به خودش بده که اگر مطالبه ای داشت بتونه بیاد و در عرصه عمومی اون رو مطرح بکنه، حق داشته باشه که با در واقع با رسانه ها این ارتباط بگیره و یا رسانه ها اون رو در واقع منعکس بکنن و همونطور که گفتم مسئله تعهد و مسئله عمل اجتماعی هست که بسیار بسیار مهمه. من باید خیلی من خیلی شاید ساده همیشه صحبت میکنم ولی به همون سادگی با مخاطبان شما صحبت میکنم که هیچ ما نمیتونیم تغییری داشته باشیم، هیچ توقعی نمیتونیم داشته باشیم از هیچ حکومتی که به ما هیچ حقی رو بده اگر ما اون حق رو در واقع براش تلاش نکنیم و براش سازماندهی نکنیم و مطالبهش نکنیم. بنابراین بهترین حالت برای حکومت ها اینه که مردم شهروند نباشن و مردم اعضای جدا از هم و تکه پاره باشن که هر کسی به سوی خودش میره و در اون موقع است که شما یه دفعه با این دزدی های میلیاردی، با این فساد ها و با همه اینها روبرو میشید و یه دفعه میبینید که کشورتون به یک ویرانه تبدیل شده، به یک کشور فقیر تبدیل شده، به یک کشور بی اعتبار تبدیل شده، خود شما در دنیا اون اعتبار لازم رو به عنوان یک فرد که هویتتون ایرانیه کم کم از دست میدید. بنابراین باز اون مسئله که میگن احترام آدم دست خود آدمه واقعا همینطوره، یعنی چه احترام آدم در عرصه بین المللی، چه احترام آدم در داخل یک کشور، چه در محیط و محل کارش، همیشه در واقع تابعی از مسئولیت پذیری و مسئولیت هایی که به عهده میگیره. یه نکته من فقط در خیلی صحبت کردم بهش حتما اشاره بکنم، اونم اینه که ما برای جامعه میکنیم، مسئولیت هایی که ما به عهده میگیریم از خودگذشتگی نیست. یعنی مثلا من بگم من از خودگذشتگی کردم رفتم این کارا رو انجام دادم بعد مثلا حالا زندانشم رفتم، نه نه، این کارا، این حرفا حرف یه شهروند نیست. هر کاری که ما میکنیم در جامعه و همه هزینه هایی که پس میدیم و همه مسئولیت هایی که به عهده میگیریم برای خودمونه ابتدا. یعنی این رو به نظر من باید ما فراموش بکنیم که اگر ما فعالیت های اجتماعی میکنیم یه افتخاریه برامون یا یک هرچند که عمل به وظیفه شهروندیه ولی یه منتی نیست که بر سر جامعه آدم میذاره، بلکه کاریه که انجام میده برای اینکه زیست خودش و زیست نسل آینده مملکت خودش بهتر باشه. بنابراین این بحثم نیست که حالا من چی کار دارم به مسئله سیاست، من یا من چی کار دارم به مسئله اجتماعی، چی کار دارم به مسئله اینکه حالا امروز بردن تو کهریزک چی کار کردن یا فلانی چقدر دزدید یا مثلا این قاری قرآن چند تا به چند تا بچه تجاوز کرد، حالا من بچه‌مو تو خونم حبس میکنم. نه، اینجوری نیست. شما نگاه کنید بچه هاشون رو خواستن ببرن که مثلا نفر اول اذان کشور باشه، خواستن ببرن که حالا قرائت قرآن یاد بگیره، ولی اون آدمی که اونجا بوده فقط به خاطر اینکه توی روابط خاصی قرار داشته به این بچه ها تجاوز کرده، بنابراین مورد خشونت جنسی قرار گرفتن. شما نمیتونید بی تفاوت باشید. بچه که پاشو از در میذاره بیرون یا خودتون که پاتون رو از در میذارید، شما نمیتونید همه چیز رو حبس کنید. دوره ای نیست که بشه همه چیز رو حبس کرد. بنابراین من فکر میکنم که تنها راه موجود پیش روی ما اینه که ما مسئولیت اجتماعی داشته باشیم و برای اون مسئولیت اجتماعی تلاش بکنیم. ممنونم خانم داوودی مهاجر، انقدر شما شیرین صحبت هستید که وقتی صحبت میکنید من دلم نمیاد حرف شما را قطع کنم، ولی سوالات زیادی داشتم که باز هم
به دلیل پایان وقت 50 دقیقه‌ای گفتگومون ناتمام ماندن. موضوع الگوسازی و الگوهایی که برای زنان در سالهای گذشته مطرح شده بحثی است که قطعا میطلبه در برنامه مجزا به اتفاق شما در آینده خیلی نزدیک در هفته آینده مورد بررسی قرار بدیم، اگر این فرصت رو به من بدید که بازم حضور شما رو در این رسانه داشته باشم. چشم، من یادداشت کردم موضوع رو به شرط اینکه وقتی که راجع به یه موضوع قرار صحبت کنیم روی اون موضوع متمرکزتر باشیم. ولی چه کنیم که حوادث روزگار انقدر گستردن خانم داودی مهاجر که گاهگداری ما رو به این سمت و اون سمت هم میبرن. روز ممنونم فریبا داودی مهاجر، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان و یکی از کسانی که من واقعا هر گاه که با شما صحبت میکنم خودم سراپا گوشم و میآموزم. شما محبت دارید، ممنونم و ممنونم از شما خوبان که